باو سلام، خوش اومدید به این قسمت از ریاکشن ویدیوهای کانال خودتون فرشاد کنید. تو این ویدیو میریم تراک طوفان رو بشنویم از آیسن و زیروتون ایمان کید که از کانال یوتیوب زیروتون ایمان کید ریلیز شده. آها، تراک برای زیروتون ایمان کید مهمان آیسن هست. مثل اینکه لینک موزیک توی دیسکریپشن وجود داره، از اونجا میتونید کارو گوش کنید. بجز اون لینک صفحه من توی فضای مجازی مثل اینستاگرام، توییتر، کانال تلگرام و اینجور چیزا توی دیسکریپشن وجود داره. ویدیو یه نکته مخفی داره که اولین کسی که توی کامنت دقیقه و ثانیه نکته مخفی رو بنویسه کامنتش پین میشه. و اگر فورگن هر با چی تو کامنت بریم واسه شنیدن طوفان از زیرو تونی مانکیت فیت آیسن بریم. خب غیر منتظره ترین فیت هایی ممکنه ای که من دارم این چند وقت از زیرو تونی مانکیت میشتم، خیلی مثل اینکه چسبیده به، حالا نمیدونم ترک از آلبومش هست یا نه، ولی کلا یه سوی آرومتری از زیرو تونی مانکیت رو داریم میبینیم. یه لحظه من اجازه بدید که اتفاقا به نظر من شدیدن هم نیاز بود، به خاطر اینکه ترک های جیل پشت سر هم و حالا یه خور شبیه همه زیرو تونی مانکیت داشت زیاد میشد، انتقادم خیلی بهش زیاد بود و برای نشون دادن آرتیست بودنش در واقع، یا این که مثلا نشون بده که آقا تک بودی نیست، به نظر من نیاز بود کارایی مثل کاری که تو آلبوم عیاز جی جی داشت، کاری مثل کارش با همین تی جی، کاری مثل کارش با پوبون هومان و این کار. حالا نشیم از این کار، ولی خب انتظاری که از آیسن دارم احتمالاً همون سبکه چک. خلاصه که نیاز بود و همین. من کردیت هم بگم، پرودوس با خود عارفم مید در چت سو کچی و مهدی سکوت هیپ هاپ را پیچیده. ساوند انجینیر کال اوت روز، ویدیو موشن آیدین وان، لیبل درید فار سی و ستون محس از سرهنگای فورگنگ یه توییتی کرد که من گفتم اصلا همونجا هم. اصلا انگیزه منو به این ترک زیاد، به شنیدن این ترک زیاد کرد. حرفی که زد چی بود؟ برایش گفتش که ترک میشه داف آیسن رو با داف زیروتونیکین مقایسه کرد. بسیار توییت جالب و هیجان انگیز بود داره شنیدن موزیک. ما هم میریم برای، نمیگم داف، میگم توصیف آیسم از دافش و توصیف زیروتونیکین که از دافش. برو بریم. دیلیلت میام تو فانی تو لا فراری میکشه عالی، یا سالوادور دالی سر رو بم دادی دندون میزنی هاری حاجی دندون نذارید خدا کیلی. بدترین نوع انتقام و زجر دادن دندون زدن، یعنی میدونی بدترین اتفاق اینه که جایی که انتظار میدونی چجوریه، مثل اینه که مثلا داری بهترین غذایی که دوست داری چیه؟ پیتزا داری میخوری توش مو باشه، یه همچین حسی میده. مثلا خامه و عسل داری میخوری سر صبح مشتی و مثلا توش یه مورچه افتاده یه مثلا میشاشه تو حالت. این دندون زدن هم واقعا همون استو میده، یعنی تو اوج لذت اوج که خر میده توت یو لا فراری میکشه عالی، یا سالوادور دالی سر رو بم دادی دندون میزنی هاری رو کوکو مالی آخه سر رو بم دادی دندون میزنی هاری سر رو بم دادی دندون میزنی هاری رو کوکو مالی آخه تلخه اون واسابی. شب ها میان میرن کاش باز برسیم خونه، شب ها زیاد زدم ولی تو منو بالا روی سقف ببین، چرخ دور سرم سقف ببین، رسیدی علامت ضعف ببین حاجی زن لباس همون بر ببین. این فلوها رو کجا میاره آیسن؟ صداش دیگه انقدر زیرو از بالای حنجره داره میاد، من اصلا چشش صداش داره میاد بیرون، سخت نمیتونم عداشو در بیارم. از پوبانم بالاتر من احساس بکنم داره میخونه، تونه صداش و پوبان فرق داره، نه از منو نشکن منو نه از اون بالاتر نمیخونه، ولی خیلی از بالا داره میخونه. اصلا بابا ولم کن، من سیس دیریلی کنم، یه سیس جدید میخوام بذارم برای این ریاکشن ویدیو. آنانا از روی کپ نوکه باگن اینه که هم میخوام بذارم اینجا. تلخه اون واسابی اون شب ها میان میرن کاش باز برسیم خونه، شب ها زیاد زدم ولی تو منو بالا روی سقف ببین، چرخ دور سرم سقف ببین، ترسیدی علامت ضعف ببین، میزنه لباس همون بر ببین، میکشم واسه ماجی بگو بگیرن میده بهم بعد بیهت بدون دندون، شاید چون رشتش بوده رشتش بوده دنتال دنتیست حاجی بایگان
چقدر خوشحالم. میدونی پشمام از چی ریخته؟ از اینکه یهو انقدر به دندون زدن داره توجه میشه، انقدر داره فرهنگسازی میشه. من ممنونم واقعا از آرتیستای کشور که انقدر دغدغه‌مندن. فکر جوانهای مملکت هستن که دوست ندارن دودولشون دندون بخوره. ولی ورس آیسان واقعا خوب بود. الان ترسیدم یعنی اینجوری بگم انتظارش خوب باشه ورس. میده بهم بد بیهت بدون دندون، شاید چون رشتش بوده دنتیستری. چند جایی دعوت گستیستم و تو آپلاکو سرم فیم نیستین. بد خارونتم فلرت ولی چلو مشتی دانس به سلویس می بایست های دقیقه بسیم این لیریکس شیه هاجی دهنتون سرویس. این چه انرژیه توی لیریکس توی موزیک. توفان نیه ترک من شده گفتم توفان. همین الان بچه تو پلیس سانترود اولن که ریپوست شد، لینک پلیس سانکلود دیسکریپشن هست. بعدش هم این که لیریکس نداریم. من یه سری از صحبت‌های زیروتون مانکی رو میخوام بشنم. آقا زیست فلکس ها کرد نفهمیدم. تو آپلاکو سرم فیم نیستین، شاید چون رشتش بوده دنتیستری. چند جایی دعوت گستیستم و تو آپلاکو سرم فیم نیستین. بد خارونتم فلرت ولی چلو مشتی دانس به سلویس می. من نمیفهم واقعا چی میگه، لیریکس نیاز دارم. شاید چون رشتش بوده دنتیستری. چند جایی دعوت گستیستم و تو آپلاکو سرم فیم نیستین. بد خارونتم فلرت ولی چلو مشتی دانس به سلویس می. رقصن کارام تو پلیلیسته و صدام تو باند ولی من جیمز نیستم. تیم من نمیاد سلویس می. رقصن کارام تو پلیلیسته و صدام تو باند ولی من جیمز نیستم. هیچی نمیفهم واقعا، لفظشو نمیفهم. اولین بار دارم گوش میدم هیچ کدوم از لفظها رو متوجه نمیشم. خیلی خیلی ناراحتم از این موضوع. اگر تو ادیت متوجه شدم میذارم. یه روز با اسپیکر روش کنم دوست دارم چون متوجه شم. میده بهم بد بیهت بدون دندون، شاید چون رشتش بوده دنتیستری. چند جایی دعوت گستیستم و تو آپلاکو سرم فیم نیستین. بد خارونتم فلرت ولی چلو مشتی دانس به سلویس می. رقصن کارام تو پلیلیسته و صدام تو باند ولی من جیمز نیستم. تیم من نمیاد فیست فایت، تو هم اشتباس اگه دست خالی. چون رویال تیم من نمیاد فیست فایت، تو هم چی؟ باند ولی من جیمز نیستم. تیم من نمیاد فیست فایت، تو هم اشتباس اگه دست خالی. چون رویالتی چک آخر اسپاتیفایمو باش خریدم یه گلاکی. هر راه دور بشه رویالیجی که آخر اسپاتیفای مو باش خریدم یه گلاک. چون رویالتی چک آخر اسپاتیفای مو باش خریدم یه گلاکی. هر راه دور بت میشه شلیک. بیای نزدیک میره تو پاتا. چون وپ دزدی رسیدن نیوکاسل و نداره سریال نامبا. کاکت راکت نامبا تو پاتا. چون وپ دزدی رسیدن نیوکاسل و نداره سریال نامبا. کاکت راکت رپ دوز میره تو پاتا. چون وپ دزدی رسیدن نیوکاسل و نداره سریال. ها گلاکشو میگه که دزدی سریال نامه نره. اسلحه‌ای که معمولا برای قتل استفاده میکنن سریال نامه، معمولا اسلحه‌ای دزدیه به خاطر اینکه از روی گلوله و از روی سریال نامه اسلحه، از روی گلوله میتونن اسلحه رو مثلا که شناسایی کنن، از روی اسلحه صاحب اسلحه رو پیدا میکنن و حالا قتل چیز میشه. میگه که یعنی حواست باشه که این اسلحه دزدیه، میزنن خوام نامبا کاکت راکت پرم یه گلاکه. بر فیس پول آب میکنم تو بلاکت. دم در هرودز دوکی تو پاکت. اون کیه دم کورنر شاپه. هفته ای ست تا داره میاد دیس ولی خب تونی وان تخمش نیسته چون صداش پیچیده کرایدون تا خود گلدش گرین. وقتی میبرم تنه لشم روی استیج همه میدونم بالا میره بی پی ام تا برنامه بعد بی تو بکستیج کارای چیزی کرده تو ایسک کوسفینگر انجام داده بود درام لاین اونجوری کرده بود ولی منظرم خیلی خوب سویش نشد درام لاین. حالا بذاریم بچه به کجا میرسه این مهم. لشم روی استیج همه میدونم بالا میره بی پی ام تا برنامه بعد بی تو بکستیج. به میگه شدی موزیکال جینیوس. شافل موزیکام پاپه. خودم نمیخوام اسپاتیفای پریمیوم ولی با رویال تیم گاک خریدم. واقعا شات میشی نیستش جی تی ای 21 کارداد واقعا شات میشی نیستش جی تی ای پریمیوم ولی با رویال تیم گاک خریدم. واقعا شات میشی نیستش جی تی ای 21 کارداد طرف پلی لیست ولی من تو آپلاک کسلم فیم نیست من شات میشی نیستش جی تی ای 21 کارداد طرف پلی لیست ولی 21 کارداد چی رفت پلی من تو آپلاک کسلم فیم نیست کسلم فیم نیست بعد خام تا گرنتم فلرت حوصله فیم ندارم. 21 کارداد طرف پلی لیست ولی من تو آپلاک کسلم فیم نیست بعد خام تا گرنتم فلرت ولی جلو مشتی دانس به سلویچ. چند جا دعوت امشب جسلی داشت بان داره ولی کن جیمز نیست. تو منو بالا روی سقف ببین چرخ دور سرم سقف ببین ترسیدی علامت ضعف ببین میزنه لباسامون بر ببین میکشم شیشه ماشین با
واسم نمیشه آسون آسون زیرو تونی وان که میکی لی چه کاری بود چه کار ببین خب آها این بود بچه موزیک طوفانی از آیسن و زیرو تونیوان کید میکین لیت که البته چکرسه که برای زیرو تونیوان کید بود فیچر کار آیسن بود خیلی چیز نبود بحث خیلی موچول دریل نبود یعنی بحث راجب دافولی و اینا نبود خیلی یه درجه از درجه های سرهنگ مهسا کم میکنم بخاطر همین بخاطر گمراهی این جانب یه اشارهایی به دندون شد ولی خب آها منظورش همون دندونه بود فقط دافا خب بچه دافا آیسن مثل اینکه دندون میزنه دافا تونی مثل اینکه دندون نمیزنه اصلا خدا دافا تونی رو نیه داره خدا به دافا آیسن هم دندون نزدن انشالله یاد بده یکی از دریلای متنوع خیلی خوبی بود که شنیدیم یه دریل دیگه تایپ دریل نبود یعنی این که دوتا ورس خشن پشت سر هم با یه دلیوری خشن بیاد بیان شو اینا نبود ورس آیسن فلوش خیلی بهتر از آخرین اپروچی بود که من از آیسن روی بیت دریل شنیدم که توی آلبوم په از گادپوری بود روتین با چرسی بود نمیدونم اسم ترکش یادم نیست اما فیت پوری با آیسم اونجا به نظر من ورس آیسم خیلی ورس خیلی به بیت نمیخورد اینجا فوق‌العاده نشسته بود رو بیت جیل به نظر من وایب موزیک یه وایب مسترس یعنی استرس ایجاد کننده و در کنارش هیجان ایجاد کننده در کنارش اگر اعتماد به نفست زیاد باشه غرور ایجاد کننده بود یه همچین وایبی داشت که مثلا تکیه بدی دندون نزنن وسطو چی میگم و ورس زیرو تونی وان کیدم یه ورس طولانی تر بود یعنی یه ورس معمولی نبود اینترو آترو داشت یعنی انگار مثلا کار دوتا کورس داشت یه کورس زیرو تونی وان کید داشت که اول ورسش خون و آخر ورسش یه کورس هم که زیرو تونی وان کید که میزنن چی اونو داشت و ترکیبشون و شیمیشون بسیار خوب در اومده بود اصلا زارشم انقدر ترک حرفه ای باشه چشی زیبا تونیم که با هومان هم همینجوری شده بود پرفورمنس آیسن من واقعا پشمام ریزوم روی بیتی جیل روی میگم روی بیتی جیل من خیلی کار خوب از آیسن نشیده بودم و آیسن کسیه که میفهمه خب نه که آیسن اگه بگم مثلا نمیتونست در بیاره فرام ولی من فکر نمی کنم حوصله داشته باشه بره و تلاش کنه و روی فلوی خوب در آوردن نیازمند روی بیتی جیل نیازمند اینه که تو بری یه سری تحقیق کنی ببینی گوش کنی ببینی چه فلوهایی دارن روی بیت دریل دریلرها و حالا شب از اونا الگو بگیری تغییر بدی یا اصلا خودت از صفر بسازی نیازمند یه سری کندوکا به خلاصه و خیلی خوشحالم که صرفا از دایره فلوهایی که تا الان داشت استفاده نکرده بود که حالا من یه ورسی بده بیرونم اینجوری پر از ایده و چیز جدید بود که من تا حالا ازش ندیده بودم ورس زیرو تو من که حالا میگم بجز بحث اینکه کورس داشت با مزهش کرده بود و اینا پر از لفظایی بود که حقیقتا من خیلی متوجه نشدم تجربه اولی باشه در ترک خوب بود برای من خیلی 7.5-8 هستم من با این ترک همین شما نظرتون رو نیستید راجبه 7.5 بهتره آره های لفظای زیروتون ممکن میفهمیدم شاید 8 میشد ولی خلاصه شما نظرتون رو بنویسید راجع به ترک راجع به ریاکشن ویدیو برای دوست داشتید لایکتون رو دوستان شید دیسلایک فورگنگ توی کامنت فراموش نشه ویدیوهای کانال اگر دوست داشتید سابسکرایب بهتون رو یه دونه زنگول بغل سابسکرایب هست که اگر خواستید از آپلود ویدیوی بعدی مطلع شید میتونید زنگول رو فشار بدید دمتون گرم که کمک میکنید که زودتر به 15K برسیم و مرسی تا ویدیوی بعدی فور گرم